در این بخش برنامه خواستیم با محترم دکتر محمد توفیق مشال، رئیس عمومی طب وقایعی وزارت صحت عامه، در مورد وضعیت صحی و محیط زیست صحبت داشته باشیم. آقای مشال، سلام بر شما و به برنامه خوش آمدید. تشکر از شما. بار سلام با شما و بیننده های محترم تلویزیون آشنا. تشکر. در افغانستان شایع ترین امراض در فصل گرما کدام هاست و تا کنون وزارت صحت عامه کدام تلاش های صحی را جهت آگاهی دهی مردم در این راستا بروی دست گرفته؟ بله، اکثرت امراض ساری از نقطه نظر خصوصیتشان دارای یک سیر زمانی و فصلی می باشد. شایع‌ترین امراضی که در این فصل، یعنی در فصل گرما و تابستان دیده می شود، عبارت از موجودیت اسهالات، مورقه و از پیچش می تانیم نام برد. وزارت صحت عامه با درنظر از اینکه مشکل عمده در این قسمت عبارت از دسترسی کم مردم به آب پاک و به غذای پاک می باشد و همچنان مهمتر از او پایین بودن سطح آگاهی مردم و جامعه راجع به مسائل مربوط به حفظ صحه فردی و اجتماعی است، یک تعداد اجراءات عمده را روی دست گرفته است. مثلا بلند بردن سطح آگاهی مردم از طریق نشر کردن پیام های صحی در رابطه با موضوع حفظ صحه، طرز سرایت امراض ساری، استفاده منظم از آب پاک و غذای پاک و ارزش محیط بالای صحت انسان از طریق منابع مختلفی را نشر میکنه و با آگاهی مردم میرسانند. در فصل تابستان افزایش امراض، همونطور که شما گفتیم، از سبب آب‌های آشامیدنی و غیر صحی، مواد غذایی دیرمانده و میوه‌جات ناشسته بیشتر دیده میشه. بهتر و بهترین روش تداوی در این حالات چیست به نظر شما؟ خب، اگر از نقطه نظر تداوی ببینیم، میتونیم این امراض با حالت خفیف، متوسط و با حالت شدید آن تقسیم بندی کنیم. مثلا اگر به گونه مثال از اسهالات نام ببریم، در تمام حالاتی که خفیف و متوسط می باشد، اعاده دوباره مایعات در نزد مریض و به خصوص در نزد اطفال کمتر از 5 سال اساس تداوی را می سازد که در این قسمت والدین و مخصوصا مادران باید سهم بارز خود را ادا بکنند و از انواع مختلف مایعاتی که پاک باشد، صحی باشد و در دسترس قرار داشته باشند باید برای اطفال مریضان بدهند. در صورتی که حالات شدید باشد که یک تعداد از خصوصیات خود را دارد، مانند موجودیت اسهال با داشتن تب، با داشتن استفراغ، موجودیت و خیم شدن حالت عمومی مریض و دوام اسهال اضافه تر از 5 روز و یا موجودیت خون در مواد غایطه، تمام ازنا ایجاب ازی را میکنند که مریض باید به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و در آنجا از مشوره ها و تداوی پرسنل صحی و پرسنل طبی مستفید گردند. بله، با گرمای شدید کدام افراد بیشتر در معرض خطر قرار دارند و چطور میتوانند ابتلا به ای از البته از مبتلا شدن به این امراض جلوگیری بکنند؟ بله، یک تعداد افراد که اونا عادات غیر صحی دارن زیادتر معرض به این امراض می باشن و زیادتر در خطر ابتلا شدن به این امراض قرار دارن. مخصوصا اگر ما ببینیم محیط خود را، یک تعداد افراد اونا از غذاهایی که بالای در سرک ها به حساب تهیه می شوند در محیط سرباز موجود می باشن، از او غذاها و از او آشامیدنی ها یا آب ها اینا استفاده می کنن که اینا زیادتر معرض به خطر موجودیت همین اسهالات، بیماری مورقه و یا سایر بیماری ها شده می توانند. بله. ما بسیار می خواهیم که دکتر صاحب ارچند مثلا متاسفانه در شهر اگر ببینیم ما ارچند با عمومیات صحبت کردیم، من میشه از شما پرسان بکنیم تا چه حد وزارت خدمات رایگان و تداوی و یا مداوای رایگان بر شهروندا و بر ادوای افغانستان در دست دارد؟ کوتاه اگر جواب بتین. بله، با اساس پالیسی وزارت صحت عامه و با اساس قانون اساسی تمام تداوی که توسط سکتور صحت عامه صورت میگیره در تمام مراکز صحی کشور او به صورت رایگان میباشد. بله، تشکر از حضورتان به برنامه آقای مشال، با امید از اینکه در برنامه های بعدی هم شما را مهمان خود داشته باشیم.